با سلام و درود به بینندگان عزیز گیلاس، ممنون از اینکه برنامه‌های ما رو حمایت می‌کنید. من روزیتا هستم، ادمین کانال، و امروزم یه برنامه دیگه براتون دارم. این هفته همش خبر طلاق داشتیم که همه رو در شوک فرو برد. یکی از اونها خبر جدایی امیرحسین صدیق از همسرش باران خوشندام بود که یک سال پیش اتفاق افتاده بود، اما هیچ کدوم از این دو خبر رو علنی نکرده بودن تا اینکه بالاخره خانم باران خوشندام با انتشار یه ویدیو این موضوع رو علنی کرد و گفت که یک سال پیش از امیرحسین صدیق جدا شده، بعدش مهاجرت کرده به یک کشور دیگه، ظاهراً ارمنستان، و بعدم با فرد دیگه‌ای به نام مرتضی خلیلی ازدواج کرده و در ضمن ایشون اسمش رو هم از باران به نها تغییر داده. این همه تغییر فقط در یک سال. درود بر همه دوستان خوب و طرفداران خردمندم. خیلی وقت بود که با هم صحبت نکرده بودیم و از احوال هم بی خبر بودیم. به همین دلیل امروز تصمیم گرفتم که کمی با هم گفتگویی داشته باشیم. راستش این ویدیو رو خوشایندم بود که این گونه ضبط نکنم و با هم در یک لایوی به گفتگو بنشینیم، اما احساساتم بر من غلبه گشت و توانم از دست رفت. به همین دلیل تصمیم گرفتم که در یک ویدیو این کار رو انجام بدم. امروز روز اعترافه. یه اعتراف خیلی ساده، شاید برای شما مهم نباشه، اما برای من که احساس مسئولیت میکنم نسبت به همه شما و نسبت به احساساتتون، نسبت به حال خوشایندتون، اگر از کارهای بنده گرفتید، اگر از سخن بنده گرفتید، اگر از هنر آقای صدیق گرفتید، خواستم که اینگونه از اینجا، از در این ویدیو برای شما عرض کنم و اعتراف کنم که من بیش از یک سالی هست که به صورت رسمن و شرعن و قانونن از آقای صدیق جدا شدم و برای ایشون احترام بسیار زیادی قائل هستم و هنوز هم هنر ایشون در قلب بنده جا داره، ولی خب زندگی زناشویی با زندگی هنرمندانه کمی داستانش فرق میکنه و ما راهمون رو از هم جدا کردیم و مدت کوتاهی هم هست که مهاجرت کردم به کشور دیگری و جالبتر این که اتفاق بسیار بسیار خوشایندی برای بنده رخ داد، دقیقا مثل نور خورشید، مثل این نور خورشید. من اکنون همسر آقای مرتضی خلیلی هستم، دوستشون دارم، دوستم داره، به شدت انسان واقع‌گرا، کمال‌گرا و دوست داشتنی هستم. هنر بنده رو کاملا درک میکنن، دوست میدارند و احترام میگذارن. عذرخواهی میکنم که خیلی زودتر اعتراف نکردم در این مورد، ولی به هر حال احساسات من هم کمی جریحه دار بود بابت اعتراف نکردنم. شاید هم برای شما مهم نباشه اصلا زندگی بنده، زندگی هنری بنده با آقای صدیق به پایان رسیده یا نرسیده. شاید دیگران بگن که خب که چی، به من چی، ولی به هر حال دوستانی که به خاطر آقای صدیق پیج بنده رو فالو دارند آزادانه می توانند از همین جا راهشون رو می توانند کج بکنند و من دیگه همسر آقای صدیق نیستم، همسر آقای مرتضی خلیلی هستم در کشور دیگری و می توانند بنده رو آنفالو کنند و فقط دوستدار هنر آقای صدیق باقی بمونند. و اگر هم صفحه بنده هنوز هم خوشایندتون هست، خیلی مخلصانه از همه شما خردمندان عزیزم تشکر میکنم. دوستتون دارم، بسیار زیاد دوستتون دارم. خدا نگهدار شما باشه.
امیر حسین صدیق بازیگر تئاتر و تلویزیون متولد 1351 در تهرانه. بچه های دهه 70 اونو با سریال زیزیگولو به خوبی به خاطر میارن و خاطرات شیرینی از این برنامه کودک دارن. اون اصالتاً اهل نیشابوره و در 7 سالگی پدرش رو در یک سانحه رانندگی از دست داده و مادرش با زحمت اونو بزرگ کرده. اما باران خوشندام شاعره و متولد 1365 در استان گلستانه. اون اصالتاً از کرمانج‌های خراسانه و در سال 1397 با امیر حسین صدیق ازدواج کرد و از این طریق شناخته شد. مراسم ازدواج این دو با حضور هنرمندانی همچون مرضیه برومند برگزار شد. اون در ابتدا عاشق همسرش بود و برای تولد همسرش اشعار عاشقانه می سرود. اما ظاهراً این عشق آتشین 3-4 سال بیشتر دوام نداشت و ایشون به تازگی اعتراف کرده که یک سال از امیر حسین صدیق جدا شده و با فرد دیگه ازدواج کرده. در ضمن ایشون رسماً اسمش رو از باران به نها تغییر داده. ظاهراً ایشون به کشور ارمنستان مهاجرت کرده و در اونجا با فردی به نام مرتضی خلیلی ازدواج کرده. مرتضی خلیلی شخص مشهوری نیست و گفته میشه که این فرد متولد 1363 است و در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت داره. باران خوشندام از ازدواج دومش خیلی خوشحاله و در اینستاگرامش با انتشار عکس‌های ازدواج دومش نوشت: شروعی دوباره برای شما که از جدایی بنده و آقای صدیق عزیز آگاه نبودید و در سکوت خبری زندگی و جدایی رو گذروندیم، شاید کار بنده شبیه عجله کردن باشد، اما بنده هم سهم خودم طولانی در غار تنهایی و سکوت بودم و دفن شدم. اکنون دو مرتبه سر از خاک بیرون نهادم و شدم آنی که هستم. با شروعی دوباره. امیر حسین صدیق هنوز واکنشی به صحبت‌های خانم خوشندام نشون نداده. بینندگان عزیز گیلاسک، از این برنامه خوشتون اومده حتما اونو به اشتراک بذارین و کانال ما رو سابسکرایب کنین.